فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگرمون 5775 چهار شماره اخیرشون پرسیدن که خیرات و فاتحه بعد از مرگ برای مرده درست است؟ تمام فقهای اهل سنت والجماعت معتقد به این هستند که وقتی که در واقع یک انسانی فوت میکند، آخرین حقی که بر عهده مسلمان دیگر هست همون اتباع جنازه هست. یعنی این که مسلمانان مکلف هستند و از نظر شرعی موظف هستند، حق برادر مسلمانشون هست که از دنیا رفته که در جنازه اون شرکت بکنند، نماز جنازه بخونند و اونو در واقع دفن بکنند. این آخرین حقی هست که بر عهده یک مسلمان در برابر مسلمان دیگر هست. و اون مواردی که برای زندگان هست، اون یک به اندازه یک تسلیت و یک تعزیه هست که در واقع اعلام همدردی باشد برای اون فردی که در واقع داغ دیده هست و عزیز خودش رو از دست داده. و این نهایت حقی هست که یک شخصی بر عهده شخص دیگری دارد. و این تعزیه امکان دارد با تلفن باشد، امکان دارد که در محل کار باشد، امکان دارد و می شود که وقتی که به مسجد برای نماز می روند اونجا ملاقات می کنند و تعزیه بگویند. لازم نیست که بعد از این که یک فردی فوت کرد حتما باید چند روزی رو بنشینند. این نشستن ثابت نیست از هیچ جای قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و عمل کرده صحابه و ائمه ما چنین چیزی ثابت نیست که نشسته باشند. و چنین چیزی هم ثابت نیست که مردم بیان دعوت شده باشند در منزل این میت و در اینجا بساط مهمانی را انداخته باشند، مردم برای شام و نهار دادن چند روزی اینجا بیان. تمام اینها بدعت هست و خلاف شریعت هست. و اساسا زمانی که این کار را انجام میدهند، این به عنوان صدقه و خیرات برای میت نیست. هیچ کسی اون بساط چند روز اولی که میت در واقع از دنیا میرود، در برخی از جاها که رسم است مگه مردمی را قضا میدهند، اینو به نیت ایصال ثواب برای میت انجام نمیدهند. این یک نوع فضول خرجی هست. یا اینکه احیانا از مال خود میت هست که بدون اینکه تقسیم بشود اصلا حرام هست که از اون استفاده بکنند تا زمانی که مستحقش مشخص نیست که این قسمت مال، این پول یا این مواد خوراکی در سهمیه چه کسی قرار میگیرند. پس بنابراین از نظر شرعی این عمل یک عمل ناجائز و حرام و در واقع بدعتی هست که اضافه شده. اگر اضافه بر این به صورت کلی صدقه دادن از میت، کسی میخواد صدقه بدهد یا اینکه دعایی بکند برای میت، اون یک حکم جداگانه است. صدقه دادن برای میت یکی از مواردی هست که ترغیب اومده در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، وقتی که انسان میرد عملش قطع میشود مگر از سه مورد. یکی از این مورد علمی هست که اون منتشرش کرده، عالمی بوده، پخش کرده، کتابی رو نوشته، کتابی رو تقسیم میکنه در میان مردم، یا هر علمی در هر اندازه‌ای که باشه، یا این که صدقه جاریه‌ای که خودش داده باشه، یا این که کسی به جای اون صدقه بدهد، هیچ تفاوتی رو نداره، باز هم ثوابش میرسد. یا این که فرزند صالحی داشته باشد و نیکوکاری که این فرزندش خودش هم عبادت گذار هست و برای پدر و مادرش در واقع دعا میکند. این مواردی هست که ثواب میرسد. پس بنابراین ایصال ثواب به میت اگر به صورت در واقع حج باشد، به طور این که مثلا یک شخصی فوت کرده حج نرفته بوده، از نظر شرعی وارثش میتواند برود برای حج به جای اون. اگر روزه فرضی رو انجام نداده بوده، من مات و علیه صیام و صام عنه و ولی، میتونه که به جایش روزه بگیرد. میتوانند به جایش صدقه بدهند، خیرات بدهند در یک جایی. میتوانند به جایش یک علمی رو منتشر بکنند، یک کتابی رو، قرآنی رو بخرند، یک جایی وقف بکنند. تمام این موارد در واقع جایز هست و ایصال ثواب شرعی این هست. و خصوصا دعای خیر، اون چیزی که به اصطلاح از نظر شرعی ثابت هست، دعای برای برادر مسلمان هست زمانی که مرده، و این در میزان حسناتش در واقع اضافه می شود. و خوبی دعا هم این از زمانی که ما برای یک فردی دعا می کنیم، این در واقع یک منت بر فرد دیگر نیست، منت بر اون شخصی که مرده و فوت کرده یا بر وارثش یا بر اون شخص داغدار نیست، این برای خود ما هست. زیرا که در روایت ما داریم زمانی که یک انسان مسلمانی برای برادر مسلمانش دعا می کند، هر دعایی که بکند فرشتگان جای
جوابش میدن ولک مثلو، این دعا و مانند این دعا برای تو هم قبول بشود، یعنی فرشتگان برای اون دعای خیر هم میکنند. پس بنابراین راه شرعی و صحیح ایصال ثواب این هست که متاسفانه مردم با اینکه میدونن در این زمینه، زمینه مثلا آیاتی وجود داره، احادیثی وجود داره، تمام فقهای مذاهب متفق هستن بر این که این ثوابها به این صورت میرسد، اما مردم این موارد رو ترک کردن، موارد شرعی ایصال ثواب رو، و رفتن سراغ یک مواردی که بدعت هست. افرادی رو میآورن جمع میکنن برای خواندن قرآن، برای خواندن فاتحه، مواردی که اصلا ثبوتی رو نه از قرآن دارن و نه از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن و نه روش و سیره و سنت رسول الله و صحابه همچنین چیزی رو نبوده. من توصیه میکنم که بینندگان عزیز ما پایبند و مقید به فرامین شرعی باشند، آداب و رسومشان چه در مرگ چه در خوشی و هنگام ازدواج مطابق با احکام شریعت باشند. اون چیزی که در شریعت تعریف شده که این ایصال ثواب هست، ثوابش به مردگان میرسد، اون را باید انجام بدهند، برای مردگان خودشون تقدیم بکنند. اما مواردی که جز بدعات هست، جز خرافات هست، در طول این سالیان دراز به پیرامون اسلام در واقع چسبیده و مردم اضافه کردن، این از این موارد پرهیز بکنن. خود این ثواب هست، یعنی واقعا اگر در یک جایی میتی فوت کرده باشه و مردم یعنی وارثانش به خاطر ایصال ثواب، به خاطر اینکه ثواب این کار برای مردهشون برسد، این سنت رو زنده بکنند و این بدعت ها رو از بین ببرند که ما حاضر نیستیم که چنین بدعتی رو انجام بدهیم، این خودش یک نوع ایصال ثواب هست، هم برای اون مرده و هم برای خود اون کسانی که این کار رو انجام دادن. و همون گونه که شما قبلا اشاره کردید، زمانی که اومدن برخی از افراد از دایره شریعت خودشون خارج رفتن، اون چیزی که در شریعت تعریف نشده، توصیه به آن نشده و حتی در واقع ثبوتی رو به هیچ عنوان ندارن، اومدن این موارد رو گرفتن جز آداب و رسومشون هنگام مثلا وفات یک فردی، که به قول شما اون کسانی، اون کسی که مرده کمتر عذاب میبیند از این کسی که الان زنده هست و تمام درد و رنجش. یعنی دیگه عجیبه جناب مولانا، یعنی کلا برعکس فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله. صحابی فوت میکنه، جعفر طیار است به نظرم، پیامبر صلی الله علیه و آله به صحابه امر میکنن که طعام درست بکنید، غذا درست بکنید برای خونه جعفر که اونا مشغول شدن. اومدن امروز قضیه رو کلا برعکس کردم. اونم یعنی متاسفانه این برخی از این حدیث هم سوء استفاده کردن. برخی اومدن میگن که خب اول اینجوری بود در بسیار از مناطق، مثلا وقتی که مرده مثلا امی مرده انسانی فوت میکرده، مردم جمع میشدن اونجا، خانواده میت مجبور بودند که برند به اصطلاح قرض بکنند، از هر جایی شده باید چیزی رو پیدا بکنند که این مهمانا که شاید صدها و هزاران نفر هستند در چند روز پدرفه اینها رو باید غذا بدن. الان برخی از این حدیث سوء استفاده کردن، در این روایت اومده که آل جعفر مشغول هستند، غم دیده هستند، نمیتونن برای خودشون غذا درست بکنن، شما یکی از همسایه‌ها غذا درست بکنید ببرید برای خود فرزندان جعفر، نه اینکه شما از جای دیگر بروید غذا جمع بکنید، همه شما بریزید خونه میت اونجا بنشینید با مانند یک عروسی شادمانی بکنید و غذا بخورید. یعنی عجیب هست واقعا، بعضی انسان ها یا کاملا جانب افراط رو میگنن یا جانب تفریط رو. اون چیزی که در شریعت تعریف شده و حکم شرعی هست، اون حالت اعتدال و میانه روی هست. بعد از این که میتی فوت میکند، از نظر شرعی جایز هست و سنت هست که همسایگان فقط برای اهل میت در اونجا غذا ببرند، به خاطر اینکه یک نوع همدردی با اونها باشد، و تعزیت دادن و تعزیه گفتن برای اهل میت جایز هست. اما اجتماع و این همه خرافات دیگه گری که هست و بدعاتی که در اونجا هست، جمع شدن برای قرائت قرآن، یا این که احیانا افرادی رو اجیر میکنند برای اینکه قرآن بخونند، خط بکنند، تمام این موارد خلاف شرع و بدعت و ناجایز. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.